خانم رئیس جمهور، پارلمانترهای نروژی، خانم ها و آقایان، برای شروع سه نکته میخوام روش انگشت بگذارم. در بین سالهای 99 تا 2002 وقتی که من رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا بودم و به 45 کشور مسافرت کردم و درباره دموکراسی صحبت کردم و حقوق بشر و حکومت قانون، خیلی ها به من گفتن خب این در تئوری خوبه ولی کجا میشه استفاده کرد ازش؟ من مشکلی با این سوال نداشتم. من میگفتم که برو به اسکاندیناوی، برو به نروژ و حتی برو به سوئد امپریس کهنه‌کار و حتی فنلاند و حتی دانمارک و حتی ایسلند و اونجا شما دموکراسی رو در عمل میبینید. دموکراسی مشکله. It is a sort of unending dynamic. یک دینامیزم پایان‌ناپذیر برای دیدنش بهتر، تغییرات، تلاش و کوشش و در یک اتمسفر باز و بردباری، بردباری قانونمند و اشتیاق به گوش دادن. نیازی نیست شما موافق باشین با اینکه دموکراسی چه چیزی رو مشخص می‌کنه. در هر نقطه‌ای دموکراسی ها میتونن اشتباه بکنن. برای نمونه به عنوان یک بریتانیایی که به شدت هوادار اروپا است و پتانسیل های اتحادیه اروپا که من ترجیح میدم بهش بگم جامعه اروپا، من خیلی ناراحت شدم که نروژ تصمیم گرفت به اتحادیه اروپا نپیونده، ولی این عقیده رو دارم که روزی خواهند پیوست و خب این چیزی که نمیشه مانع شد. به خاطر همین آدم میتونه راضی باشه که دموکراسی صرفاً یک ساختار نیست، بلکه یک موضع‌گیری و طرز برخورده که به مردم اجازه میده که عقاید خودشون رو آزادانه عوض بکنن. نکته دوم که میخوام بگم این هست که تبریکات گرم خودم رو به شما در اسلو تقدیم کنم و به خصوص به اعضای پارلمان نروژ برای سازماندهی برنامه امروز و دعوت به رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران خانم رجوی، بیانگر به نظر من بیانگر تعهد و اراده شما برای حراست از آزادی و دموکراسی برای مردم ایرانه و نباید جای هر گونه شکی باقی گذاشت. همانطور که رئیس شما رئیس جلسه گفت که مقاومت ایران کلیده آزادی ایران از چنگال یک رژیم سرکوبگر منحط و خشونت آمیز و استبداد مذهبیه. بیاد بیارید زمانی که شاه سرنگون شد چقدر امید وجود داشت و چقدر زود این امیدها برباد رفت. سوم، میخواهم بهترین آرزوهای کمیته ایران آزاد پارلمان در انگلستان رو که ریاست لورد کوربت هست به شما تبلیغ کنند. او یکی از همکاران من در مجلس لورد هاست و او رهبر لورد های کارگر در مجلس لورد هاست و من خیلی افتخار میکنم که عضو کمیته ایران آزاد هستم. خانم رجوی و دوستان او در شورای ملی مقاومت حمایت زیادی در پارلمان انگلستان دارند. در سالهای گذشته اکثریت مجلس عوام و بیش از 160 تن از اعضای مجلس لورد ها، بیاد داشته باشین که لورد ها کمی پیرن و خوب کنترن، ولی رو هم اینها حمایت خودش رو از خانم رجب و مبارزش برای حقوق مردم ایران اعلام داشتن. سفر وی به اینجا به دنبال یک سفر بسیار موفقیت‌آمیز به بلژیک، به پارلمان اروپا و به مجمع پارلمانی شورای اروپا صورت میگیره. همونطور که رئیس جلسه امروز گفت، رژیم ایران واکنش‌های تهدیدآمیز رژیم ایران به این مسافرت‌ها مهمترین شاخص اهمیت مقاومت ایرانه.
برای مدت‌های طولانی متأسفانه رژیم آخوندی با کمک برخی کشورها در اروپا از جمله کشور خود من و همینطور فرانسه، هرچند که خانم رجوی در اونجا پناهندگی دارند ولی مورد اذیت و آزارشون قرار گرفته و آنها نگران هستند که او چه چیزی رو نمایندگی میکنه. او چهره یک اسلام بردبار و ترقی‌خواه که حقوق همه ایرانیان رو احترام میگذاره و مطلقاً آنتیتز بنیادگرای اسلامی و عدم بردباری رژیم ایرانه. در چند لحظه شما به سخنان مریم رجوی گوش فرا خواهید داد و خودتون قضاوت خواهید کرد. من بارها به سخنان وی گوش دادم در مراسم رسمی در مقابل 40,000 نفر در پاریس، همینطور با او صحبت کردم به آرامی و خصوصی. من فکر میکنم که او یک شخص استثنایی هست. او شجاعه. به خاطر داشته باشین که او همواره به خاطر فعالیتاش زیر تهدید جانی قرار داشته. او اعتقادی به تغییر پذیری انسان داره که هنوز نفسها رو در سینه من حبس میکنه. وقتی که او صحبت میکنه مقایسه کنید که او چه میگوید با واقعیتی که در ایران هست چقدر متفاوته. رژیم ایران یکی از بدترین ناقضین حقوق بشر در سطح جهانه. کودکان زیر 18 سال رو اعدام میکنه، عقب مانده ها رو اعدام میکنه، زنان رو سنگسار میکنه. فکر میکنم ظرف 10 سال گذشته 30 یا 40 نفر سنگسار شدن. میدونین که اونها تا گردن در گودال قرار میگیرن و بعد سنگسار میشن. یه مدتی طول میکشه ولی این جنایت وحشیانه است. مردان از جرسخال ها در میدان ها آویزان میشن. در 25 سال گذشته 120,000 مخالف که اکثرا از مجاهدین بودن اعدام شدن بدون محاکمه. چرا وقت صرف محاکمه بکنیم؟ اینا کار رو کند میکنن. رژیم ایران همینطور به عنوان اصلی ترین حامی تروریسم در سطح بین المللی بیش از 450 فعالیت تروریستی در سراسر جهان داشته. صرفا در ظرف چند هفته گذشته رژیم ایران رو در آرژانتین به خاطر حملات تروریستی در بوئنوس آیرس در سال 1994 که موجب مرگ 85 نفر شد و او رژیم به حمایت کمک مالی به گروه های مسلح تروریستی در خاورمیانه ادامه میده و مشغول آشوب ایجاد آشوب در عراق. و نکته چهارم این که چشمانداز مجهز شدن رژیم به بمب اتمی دهشتناکه. اگر ما جدی هستیم درباره آزادی و دموکراسی برای مردم ایران، حیاتیه که ما در کنار مقاومت ایران قرار بگیریم و با اونها مذاکره کنیم. این یک جای تبریک به نروژ که تن به خواسته های رژیم برای جلوگیری از این ملاقات ها توجهی نکرد. من از شما تشکر میکنم و تبریکات خودم رو دوباره خدمت شما تقدیم میکنم. من فقط امیدوارم که این اولین از مسافرت های زیادی به اسلو و سایر پایتخت اروپا